دوستان سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پویت آکادمی رضا نظر هستم با یه ویدیوی دیگه در ارتباط با نحوه طراحی تامنیل برای یوتیوب در خدمتتونم توی این ویدیو میخوام نحوه هایلایت زدن تصاویر در داخل این تامنیل ها رو بهتون آموزش بدم یه سری تریک‌ها و ترفندای خاص خودش رو داره که اکثر یوتیوبرها دارن ازش استفاده میکنن اکثر طراحا دارن ازش استفاده میکنن این تریک و ترفندهای خاص نحوه هایلایت زدن توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم این رو بهتون میگم توی این ویدیو اولین روش برای هایلایت زدن تصاویرمون رو بهتون معرفی میکنم بهتون آموزش میدم در ویدیوهای بعدی میریم سراغ روش های دیگه یه روش دیگه هم هستش البته با همین ترفندها ها با یک سبک خاص دیگه میشه هایلایت زدن رو ادامه داد فعلا در این ویدیو ازتون درخواست میکنم ویدیو رو جلو نزنین همراه من باشید نکات خیلی ریز و مهم میداره که باید تا انتهای ویدیو همراهی کنید با من همه نکات رو بهتون میگم بریم ویدیو رو با ببینیم خب همونطور که بهتون گفتم من میخوام برای اجرای این تکنیک ها از موس استفاده کنم تصویرمون رو داریم اینجا ولی برای اینکه بتونیم یک سنده کاملا استاندارد برای تامنیل یوتیوب به وجود بیاریم همونطور که در ویدیو قبلی بهتون گفتم یک سند به اندازه های 1280 در 720 باید به وجود بیاریم پس بریم سراغ فایل گزینه نیو و یک سند جدید به وجود بیاریم 1280 در 720 RGB کالر باشه به رزولوشن 72 PPI روی کرییت کلیک میکنم یک سند برای من به وجود آورد رو حالا روی این سند قرار کار کنیم اینکه چطور فایلمون رو سلکت کنیم کپی پیستش کنیم و موارد مختلف در درس های 0 تا 100 فتوشاپ در, در کانال یوتیوب پورت آکادمی به طور کامل بهتون توضیح دادم بریم سراغ تصویر که یه کنترل A و کپیش کنیم بیاریم اینجا و پیستش کنیم بعد با free transform یه مقدارم تصویر رو کوچیک‌تر میکنم به خاطر اینکه میخوام در ویدیو بعدی نمونه این همین تصویر رو اینورم داشته باشیم روش کار کنیم این رو بیاریم اینجا قرار بدیم خب الان جایگاهش خوبه بعدا میتونیم تغییرش بدیم البته این رو اینجا قرار میدم و میخوام سوژه رو حالا جدا کنم از بک‌گراندم برای جدا کردنش من میرم سراغ سلکت اگر از هر ابزار سلکشن دیگه دوست دارید میتونید استفاده کنید هیچ فرقی نمی‌کنه ما می‌خوایم سلکشن در اطراف سابجکتمون به وجود بیاریم که اونو از بکراند جدا کنیم یه جایی هم ایراد داره من میرم سراغ ابزاری مثل, مثل مثلا کویک سلکشن و اینجا رو جدا میکنم درستش میکنم یعنی در اصل خیلی زیادی سلکت کرده بود محیط بیرون رو هم انتخاب کرده بود چند بار این کار رو انجام بدیم به درستی اون بخش ها رو برای ما میتونه جدا کنه یه نکته رو بهتون بگم اگر بخوایم بکگراند رو در آینده جدا کنیم یا بکگراندمون رو تغییرش بدیم بهتره که مثلا بریم سراغ سلکت اند ماسک و گزینای اینچنینی برای اینکه دقیق‌تر سوژه رو از بکگراندمون جدا کنیم و یه کپی ازش بگیریم من الان بهتون میگم دلیلش چیه بزنیم که کنترل جی بزنم روی کیبوردم که این مورد رو جدا داشته باشیم اگر دقت کنید یه جاهای کار تمیز اجرا نشده حالا من سعیمو کردم که سوژه رو خوب داشته باشم ولی مثلا قسمت موها و موارد مختلف رو در سلکت ماسک مثلا بهتر میتونیم کنترل کنیم اگر بک‌گراند جدا شد، این خیلی تابلو نشه که مربوط به این بک‌گراندمون نیست بنابراین میتونید با دقت بیشتری این کار رو انجام بدین من چون بک‌گراند رو عوض نمی‌کنم خیلی به چشم نمیاد خب من یه سری تغییرات نور و رنگ میخوام اجرا کنم ایجاد کنم روی سوژه‌ای که داریم ولی قبلش اینو تبدیلش میکنم به یه اسمارت آبجکت رایت کلیک گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت برای اینکه اگر راضی نبودم از تغییراتی که اعمال کردم بتونم حذفش کنم یه دوباره تغییرات رو به وجود بیارم بریم سراغ فیلتر. همون گزینه کمرا را فیلتر و از این مورد استفاده میکنم برای اینکه این مقدار مثلا در بخش تکسچرمون یه مقدار تکسچر کمتر میکنم یه روتوش سری داشته باشیم در اصل این کاری که انجام میدیم ما بقی موارد نیاز ندارم یه مقدار وایبرانس رو بیشترش میکنم که رنگ بهتری رو داشته باشیم و در گزینه لایت هم میام سراغ اکسپوزر یه مقدار اکسپوزر رو بیشتر میکنم روشنایی رو بیشتر ببینم نیاز دارم بهش ما موارد رو تغییر ندیم یا اینکه یه این مقدار بلک را میتونم به سمت چپ ببرم که تیرگی بیشتر بشه دکمه اوکی رو میزنیم و تغییرات رو اینجا خواهیم داشت میبینید به عنوان یک سمارت فیلتر الان اینا رو داریم که اگر نخواستیمش خیلی راحت میتونیم حذفش کنیم یا تغییرات رو دوباره به وجود بیاریم حالا من میخوام برم سراغ تکنیکی که اکثر یوتیوبرها از همین تکنیک استفاده میکنن برای درست کردن تامنیل بیایم سراغ لایه پایین لایه اصلی این تصویری که با عنوان بک‌گراند داریم ازش استفاده می‌کنیم روش دابل کلیک می‌کنم اسمش رو هم می‌ذارم بی جی مخفف بک‌گراند که بعداً بتونم بهتون معرفیش کنم اگر خواستیم اسم‌ها رو داشته باشیم و درست بتونیم تشخیص بدیم لایه هامون رو این لایه بی جی رو انتخاب می‌کنم میام یک لایه خام و خالی با زدن این دکمه به وجود میارم روی لایه بی جی قرار بگیره میرم سراغ پینت باکت دوستان عزیز سالید کالر مشکی به وجود نمیارم میخوام با پینت باکت یک رنگ مشکی در درون این لایه خالی به وجود بیارم دلیلش بعد بهتون میگم حالا این رو انتخاب میکنم فورگراند کالرم رنگ مشکی باشه و یک کلیک روی صفحه خواهیم داشت که این قسمت رو سیاه کنه برامون درس بکراند رو سیاه کرد بزن این لایه بالایی که سوژمون هستش رو فعلا غیر فعال کنم که متوجه بشین چه اتفاقاتی داره میفته پس یه لایه مشکی با پینت باکت به وجود آوردیم بالای لایه بی جی که اینجا هستش دونه دونه این مراحل رو دارم بهتون توضیح میدم باید با دقت عمل کنید که دچار مشکل نشید این کاری که انجام دادین میریم سراغ بلندینگ مود دوستان و, و بلندینگ مود رو, رو روی گزینه لینیئر داج میذاریم این مورد رو انتخاب میکنم حالا میبینید این لایه مشکی که خبری ازش نیست وجود داره ولی ما روی کار نمیبینیمش حالت لینیر داج رو داره به این شکل داریمش بالاتر از این لایه سومی که اسمش هستش من یه دونه لایه خام به وجود میارم لایه خام رو برای این به وجود میارم که تمام تغییرات رو در درون این لایه شماره چاری که الان اینجا هستش و برای من به وجود اومده میتونم اسمش رو هم عوض کنم تمام تغییرات رو روی این به وجود بیارم که اگر ایرادی اشکالی به وجود اومد خیلی راحت ما میتونیم لایه خام رو حذفش کنیم دوباره یه لایه جدید به وجود بیاریم هرچند که من تمام تغییرات رو میتونستم در داخل این لایه مشکی که به وجود آورده بودم و پینت باکت انجام بدم اما خب اگر اینجا ایرادی به وجود بیاد دیگه قابلیت تغییری به وجود نداره من میام سراغ یک لایه خام روی این لایه رایت کلیک گزینه create کلیپینگ ماسک رو اینجا پیدا میکنم کلیک میکنم روش که ماسک بشه این لایه خالی روی این لایه مشکی لینیر داد شده و بالاتر از این لایه با استفاده از layer ادجاستمنت ها یه دونه gradient مپ به وجود میارم نه gradient ساده gradient مپ به وجود میارم به شکلی که دارید میبینید و این رو هم با زدن دکمه clipping mask", create clipping mask اجازه بدین اینجا رایت right کلیک کنیم و create clipping mask رو بزنم این رو هم ماسک کنه روی این لایه مشکی که اینجا داریم پس به ترتیب لایه مشکی رو داریم اولین موردی که بالای این قرار گرفته اون لایه خامه و بعدا بالای لایه خام شما باید gradient map رو قرار بدین ترتیبش رو به درستی اجرا کنید حالا من این مپی که به وجود آوردم رو میخوام رنگش رو هم تغییر بدم اینجا کلیک میکنم و یه رنگ رو از قبل به وجود آوردم با رنگ های آبی و برای خودم سیف کردم بهتون میگم چه رنگ رو به وجود آوردم چهار تا نقطه رنگی با این فواصل که دارین میبینید اولیش که یک مشکی کاملا ساده که حالت رنگی و شما رنگیش رو هم اینجا دارین میبینید رنگ دومی که به وجود آوردم شما رنگیش اینجا مشخصه یه رنگ آبیه با این حالت که مشاهده میکنید شما رنگیش شما رنگی بعدی نقطه بعدی اینه که شما میتونید استفاده کنید و در نهایت آخرین نقطه رنگیم هم این شما رنگیشه که میتونید ازش بهره بگیرین و اینجا میتونید یه اسم براش مشخص کنید دکمه نیو رو بزنید که برای خودتون سیوش کنید مدام این رو از اول نسازین حتما این کار رو انجام بدین در نهایت دکمه اوکی رو میزنم و از این مورد استفاده میکنم برای گریدینت مپی که اینجا دارم خب بریم سراغ این لایه خام کلیک میکنم فعال بشه دوستان میخوام فورگراند کالرم رنگ سفید داشته باشه در داخل این لایه هم از رنگ سفید استفاده می‌کنم پس فورگراند کالر رو روی رنگ سفید می‌ذاریم میریم روی سراغ براش تول ابزار براش رو انتخاب می‌کنیم یه دونه براش سافت راوند انتخاب می‌کنم شما میتونید حتی حالت‌های مختلف فرش به وجود بیاریم برای اینکه جلوه کارتون تغییر کنه من فعلا با سافت round ساده کار میکنم هارد راوند نباشه میخوام اطرافش محو شدگی وجود داشته باشه سایزش رو هم کوچیکتر میکنم مثلا مثلا به این اندازه و میتونم اطراف کارم رنگ به وجود بیارم به خاطر اینکه من میخوام بک رو فعلا رنگ کنم بیایم بریم سراغ اون لایه بالاییه و این رو هم فعالش کنیم که برگرده این رو هم داشته باشیم خب داخل این لایه خامی که اینجا هستش دوستان اینم تا بزنین سایز قلم رو اینجا بیشتر کنم مثلا اینقدر و با اپاسیتیو و فلو 100 درصد فعلا میخوام کار کنم ببینید چه اتفاقی میافته اسموتینگ رو بیاریم بذاریم روی صفر دوستان این روی صفر درصد باشه حتما اپاسیتیو و فلو رو میخوایم مدام کم و زیاد کنیم در این تکنیکی که میخوایم استفاده کنیم شروع میکنم به کلیک کردن در پشت کار و میبینید چه تغییری به وجود میاد دلیل اینکه درخشندگی رو ما اینجا داریم هر جا کلیک میکنیم وجود این gradient mapه من اگر یک gradient ساده داشتم این اتفاق نمیافتاد با gradient مپ هر جا کلیک میکنم اونجا این نقطه روشن به وجود میاره با حاله از رنگ آبی دلیل این که اون وسط روشنایی داریم و اطرافش آروم آروم رنگ آبی تیره تر اینه که gradient مپ رو اصلا ما اینجا درست کردیم این به این شکل درست کردیم وسط این دایره ه. این نقطه روشنی که سمت راست میبینین آروم آروم به رنگ آبی و سیاه رسیده رنگ سیاه رو دیگه اطراف کارمون نمیبینیم چرا به خاطر اینکه لایه شماره 3 که من اینجا دارم و اون لایه سیاهی که به وجود آوردیم همرنگ میشه با این رنگ, رنگ سیاه و دیگه سیاهی رو نخواهیم دید یه گریدینت به این شکل به وجود آوردیم که بتونیم درخشندگی به وجود بیاریم دوستان واسه اینه که میگم ویدیو رو جلو نزنید آروم آروم مراحل با من جلو بیان که متوجه بشین چه اتفاقی داره میفته خب من اینا رو با زدن دکمه کنترل زد حذفشون میکنم تا جایی که ممکن باشه برگردیم به اون لایه خامی که داریم روش کلیک میکنم و اینجا هم چند تا کلیک دیگه خواهم داشت به این شکل اطراف سر سابجکت رو هم داشته باشیم اطراف بدن رو هم همینطور بیاین داخل کار کلیک کنیم که این روشنایی رو اطراف کار ببینیم به اون سمت های بیرون که میریم تیرگی رنگ آبی رو ببینیم و اگر خواستیم میتونیم این میزان آبی رنگ شدن کار رو بیشتر کنیم ولی ببینید اینجا خیلی کار رو جلوه قشنگی بهمون نمیده بنابراین یه کنترل زد میزنم میایم سراغ اپاسیتی و فلو و اینا رو کمشون میکنیم ببینید فلو رو مثلا میارن به سمت 27 درصد اپاسیتی رو هم کم میکنم به همین اندازه مثلا رو 24 درصد و اگر الان کلیک کنیم میبینید اون شدت رنگ رو نمیبینیم ولی برای اینکه شدت رنگمون اون بیشتر بشه ببینیم با اولین کلیک چیزی نمیبینیم کلیک دوم سوم چهارم شدت رو بیشتر میکنه و ما هم این رو به خاطر همین کم کردیم این فلو و اپاسیتی رو که بتونیم چندین و چند بار کلیک کنیم یک نرمی بیشتری در رنگ اون ببینیم اینجا ببینید ضرباتی رو میزنم برای اینکه کلیک داشته باشیم در اطراف کارمون یه مقدار رنگ آبی رو در اطراف بیشتر و بیشتر ببینیم شما میتونید همین کار رو انجام بدین هر جام راضی نبودین از کارتون میتونید رنگ ها رو جابجا جا کنید من با رنگ سفید دارم تغییرات رو اعمال میکنم اگر نیاز نبود و دیدیم خیلی زیاده رنگ سفید و مشکی جاشون رو عوض میکنیم فورگراند و مشکی رو میارم و شروع میکنم به حذف کردن رنگ های اضافه دوستان میبینید هر چقدر بیشتر کلیک کنم اون رنگ ها بیشتر حذف خواهند شد خب بریم سراغ رنگ سفید برای تغییرات اعمال تغییرات و شروع میکنم به کوچیکتر کردن این سایز قلم ولی یه چیزی رو بهتون بگم من میخوام تغییرات جدید رو برای لایت زدن روی تصویرم داشته باشم پس تمام این کارهایی که کردیم ایجاد لایه مشکی یک لایه خام و گریدینت مپ رو با همین استایل برای لایه بالایی که لایه سابجکت هم هستش این موردی که الان اینجا داریم انجام میدم کلیک میکنم روی سابجکتم بریم سراغ گزینه لایه خام و ساده رنگ مشکی رو با پینت باکت به این بدیم فورگراند رو بزنم روی مشکی کلیک برای که رنگ مشکی رو داشته باشیم این رو هم لینیر داج میکنم که رنگ مشکی فعلا حذف بشه و بعد میام سراغ یک لایه خام رایت right کلیک گزینه کرییت کلیپینگ ماسک برای اینکه روی این مورد ماسک بشه بالای این لایه خامی که داریم و میخوایم تغییرات رو اعمال کنیم دوباره میرم سراغ این گزینه و انتخاب gradient map gradient map رو هم با رایت کلیک کردن و گزینه create clipping mask که اینجا هستش به این بالایی متصل میکنم بریم دوباره سراغ رنگمون و رنگ آبی که انتخاب کرده بودیم سیف کرده بودیم رو دقیقا به همون شکل قبلی اعمال میکنیم روی این gradient map جدید و حالا دوباره میریم سراغ brush از الان دیگه میتونیم شروع کنیم به brush زدن یه مقدار سایز قلممون رو کم میکنیم تا جایی که ممکنه کمش کنین مثلا در این حد و اندازه به خاطر اینکه بتونیم با دقت بیشتر این کار رو انجام بدیم و البته میتونیم حالا کار رو زوم کنیم یه مقدار زوم میکنم روی تصویرم به شکلی که دارین میبینید بریم سراغ قلممون و اپاسیتی و فلو حتما روی مثلا 24 تا قبل از 30 درصد باشن هر کدومشون و شروع میکنیم با کلیک و درگ کار کردن ببینید من شروع میکنم کلیک کنم و درگ میکنم کلیک کنم و درگ کنم البته تغییرات رو الان نمیبینم به دو دلیل یکی اینکه من باید بیام لایه خامی که اینجا دارم رو انتخاب کنم ما قرار توی این کار کنیم دوم اینکه که فورگراند هم مشکیه من باید فورگراند رو سفید رو انتخاب کنم که تغییرات رو اینجا ببینم میبینید الان تغییرات رو داره به میده خب شروع میکنیم به کلیک و درگ کلیک و درگ به این شکلی که میبینید و هر بار که من کلیک و درگ دارم روی قبلی اگر این کار رو انجام بدم درخشندگی بیشتر و بیشتر میشه بذارید چند تا کنترل زد داشته باشیم بیایم در این منطقه این کار رو انجام بدیم من فلو و اپاسیتی رو یه بار صد میکنم که شما متوجه بشین چه اتفاقی میافته ببینید اگر فلو و آپاسیتی صد باشن یه به علاوه به وجود میارم ببینید اون قسمتی که نقطه تلاقی بین دوتا خط هستش هیچ تغییری در, در درخشندگیش به وجود نمیاد خب ولی اگر من فلو و اپاسیتی رو کم کنم مثلا اینو بیارم بذارمش روی سی و این رو هم بیارم بذارم روی سی خب حالا اگر این کار رو انجام بدیم اون نقطه میانی به مرور هر بار که ما این کار رو انجام میدیم درخشندگیش بیشتر از قبل خواهد شد یعنی تاثیر میذارم روی هم دیگه خب چندین کنترل زد میزنم که اینا رو حذفشون کنم میخوایم کارمون رو با دقت انجام بدیم فلو کم مثلا 25 و 25 و یه مقدارم سایز قلم کوچیک‌تر شروع می‌کنیم به کلیک و درگ برای کار کردن در این قسمت ها مثلا این بخش رو شروع می‌کنم به آروم آروم یونیت کلیک و درگ بعد زمان بذاریم دیگه یقه رو مثلا کار می‌کنیم به این شکل و می‌بینید اون قسمتی که روی هم میاد درخشندگیش بیشتره من روی این پیراهن و اطراف اون رو میتونم درخشندگی به وجود بیارم خیلی راحت با کلیک و درگ موس شما میتونید این کار رو انجام بدید هر جا هم راضی نبودین میتونین برگردین یا با کنترل زد این کار رو انجام بدین یا اینکه بعدا بریم یه مقدار این بخش رو مثلا اجازه بدین سایز قلم رو بزرگتر کنم رنگ رو سیاه کنم و این بخش ها رو حذف کنم یه جوری ماسک دیگه پس نگران نباشید ما حتی میتونیم اطراف کارمون رو بعدا با رنگ مشکی تیز کنیم یعنی این قسمت های پایینی رو حذف کنم این قسمت جلویی میبینید حالت تیزی بهش دست میده خیلی راحت میتونید این کار رو مدام انجام بدین یا اینکه چندین و چند بار ضربه بزنم روی روشنایی که اینجا شدتش رو کمتر کنم پس شما می‌تونید این کار رو مدام انجام بدین خب دوباره بریم سراغ قلممون سایز قلم این مقدار کوچیک‌تر کنیم مثلا در این حد و اندازه باشه و فورگراند کالر رو هم رنگ سفید بذاریم و دوباره ادامه بدیم این قسمتایی که چروک روی پیرن میفته مثلا من میتونم اینا رو رنگشون رو باز تغییر بدم یعنی مثلا روی چروک ها به سمت پایین بیایم ببینید این قسمت ها رو با چندین و چند بار ضربه زدن بیایم پایین تر که جداشون کنیم از المان کاریمون حتی میتونیم تصویر رو کارمون راحت تر بشه ولی خب من دارم مدام اینجا رنگ میکنم این رو بیایم روی صورت همین رو اعمال کنیم مثلا این قسمت ها رو در اطراف کارمون میتونیم هایلایت بزنیم و کار رو جلوه بریم در این سمت بیشتر خودش رو نشون میده به خاطر اینکه من رنگ آبی بیشتر اینجا دارم و این هایلایت زدنه میتونه بیشتر کمکمون کنه می اطراف کار درخشندگی داره به وجود میاد به خاطر اینکه من بارها دارم کلیک میکنم داخل پیران رو هم همینطوری مقدار بیشتر انجام میدیم یه جایی میتونیم سایز قلممون رو بزرگتر کنیم مثلا برای این قسمت بذاریم من چند تا کنترل زد بزنم اینجا رو نیاز داریم به اینکه بیشتر بزرگتر باشه قلممون پس بزرگترش میکنیم و شروع میکنیم به هایلایت زدن میبینید بعدا میتونیم با رنگ سیاه اینا رو کنترلشون کنیم خب سایز آدم کوچیک کنم دوباره و ادامه بدیم تصویر رو جابجا کنیم حتی میتونیم بیشتر زوم کنین یا روی موها مثلا میتونیم این کار کنیم بعدان هر جا رو نخواستین میتونین حذفش کنین یه زونبک بک داشته باشیم برگردیم عقب ببینیم چه اتفاقی افتاد این هایلایتیه که ما اجرا کردیم و ایجاد کردیم میتونیم حالا سایز قلممون رو در این بخش ها مثلا یه مقدار بزرگتر کنیم اجازه بدیم برم سراغ براش و اینجا رو یه مقدار مثلا بیشتر کار کنیم بعدا برمیگردیم با رنگ مشکی شدتش رو کم میکنیم که جلوه بهتری بگیره مثلا این قسمت ها رو بیایم روی دستا این کار رو انجام بدیم و هر جو که میخوایم خیلی درخشندگی داشته باشه چندین و چند بار باید اونجا ضربه بزنین و کلیک و درگ داشته باشین برای اینکه کار کار جالب تری به نظر برسه و از تکنیک هم که میتونین استفاده کنید اینکه که قلم رو بچرخونین یعنی موستون رو بچرخونین براشتون رو در از بچرخونین و یه جاهای مثلا یه همچین کارهایی رو انجام بدین چندین و چند بار اینجا کلیک میکنم درخشندگی به وجود بیاد بعد میرم بالاتر و یه همچین تکنیکی رو مثلا استفاده میکنیم برای اینکه اطراف کارمون جلوه قشنگتری داشته باشه باشیم اینجا کلیک های ساده دارم یه دونه ولی اینجا چندین و چند بار مثلا کلیک میکنم پایین در این قسمت که اینجا روشنایی بیشتری داشته باشه هر جا هم که راضی نبودیم بعدا میتونیم برگردیم بازم دارم تکرار میکنم و اون قسمت ها رو کم کنیم این چندین چند بار اینجا دارم ضربه میزنم برای اینکه ای همچین کاری رو اجرا کنیم این تکنیک هایلایت کردن تصاویرمونه حتی میتونم دوباره اپاسیتیو فلو رو کم و زیاد کنم مثلا اگر میخوام یه جایی تاثیر بیشتری داشته باشه مثلا فلو رو ببرم بالاتر اپاسیتی رو یه مقدار ببرم بالاتر به چهل برسونم ببینید اینجا تغییرات رو خیلی سریع میبینید به این شکل ولی اگر سایز قلمت کوچیک‌تر باشه اپاسیتیو فلو کمتر باشه و وقت بیشتری بذارین کار تمیزتر و بهتری رو تحویل میگیرین الان خیلی زیاده برای کارم میریم سراغ اپاسیتی و فلو اینا رو دوباره کمشون میکنیم مثلا میذاریم رو 26 درصد بمونن دوباره به این شکل و رنگ مشکی رو من برمیگردونم یه ما مقدارم سایز قلم رو بزرگتر میکنم که با ضربه زدن اینجا یه ما اون شدت عمل کار رو کمترش کنم مثلا این سری از اینا دیگه خیلی رنگ گرفتن و نیازی بهشون نداریم به این حالت کمتر و کمترش میکنیم و اطراف موها رو هم همینطور یه زیاد از حد مثلا نور و رنگ داره من میتونم کمترش کنم خب حالا باید وقت بذاریم دیگه کلی باید وقت بذاریم برای اینکه تصویر بهتر رو به دست بیاریم من یه مقدار بیشتر روی این تصویر کار میکنم به خاطر اینکه وقتتون رو نگیرم و بعد تصویر نهایی رو با هم خواهیم داشت که ببینیم چه اتفاقی افتاده خب کارمون بهتر شد به نسبت قبل ولی خب شما میتونید زمان بیشتری بذارین برای اینکه دقیق تر و بهتر کار کنین مدام سایز قلم فتوشاپ رو کوچیکتر و بزرگتر کنین سایز براشتون رو و اینکه با فلو و اپاسیتی میتونیم مدام کار کنین کمتر و بیشترش کنین برای اینکه دقت عمل کارتون بالاتر بره و یه جاهایی هم میتونیم مثلا سایز قلم رو بزرگتر کنیم به این شکل به این اندازه و با ضرب زدن با فلو و اپاسیتی حتی کمتر از این مثلا اپاسیتی رو کم کنم فلو رو کمتر کنم یه جاهایی مقدار نور اون ناحیه رو مثلا رنگ آبی این قسمت ها رو بیشتر کنیم که پیرانمون میبینید رنگ آبی رو بگیره برای اینکه جلوه کارمون قشنگ تر بشه ببینید این قسمت رو هم همین کار رو باشه انجام میدم پس فلو و اپاسیتی رو کمتر میکنم اینجا ضربه میزنم برای اینکه بتونیم درخشندگیمون رو و جلوه کارمون رو قشنگ تر کنیم حتی روی صورت هم بخشی از جایی که تو صورت هم هستش میتونیم این کار رو بکنیم که نور آبی رو برای ما رنگش رو قشنگ تر کنه این مقدارم بذاریم مثلا روی گردن میبینید اینجا میتونم نور رو بتابونم یعنی تابش نور به وجود بیارم به این شکلی که دارید می‌بینید پس تابش نور رو نیازه که اپاسیتی و فلو کمتر بشه برای اینجا, دیگه نمیخوام هایلایت بزنم اینجا میخوام یه مقدار تابش نور داشته باشم که طبیعی تر جلوه کنه کارم و جایی دیگه هم همینطور هر جا هم راضی نبودین دوباره ایکس رو میزنین رنگ مشکی بشه رنگ فورگراندتون و اون جا رو با ضربه زدن آروم آروم حذفشون میکنید سعی اون تابشه رو من اینجا دارم کمتر میکنم برای اینکه جلوه کارم طبیعی تر به نظر برسه یه نکته هم بهتون بگم در ارتباط با تیز کردن این لبه هایی که بهتون گفتم بذاریم بیشتر زوم کنم مثلا اینجا یه مقدار زخیم تره من میخوام اینجا یه حالت مثلا سگوش به وجود بیاد انتهای کارم تیز بشه همین که بهتون گفتم رنگ فورگراند رو اگر مشکی کنید برعکس عمل میکنه و حذف میکنه این نورها رو میریم سراغ براش براش رو انتخاب میکنم سایز رو کوچکتر میکنم به این شکل مثلا کمتر و کمترش کنیم بهتر و منطقی تر میشه کار اپاسیتی رو مقدار بیشتر کنیم ببریم دوباره برسونیم به حالت 24 25 فلور رو هم همینطوری مقدار برامش بالاتر و شروع کنم به کار کردن در این بخش ببینید هر بار که کلیک و درگ میکنم اون رنگ های آبی که اینجا هستش رو حذف میکنه و یواش یواش اینو میتونیم تیزترش کنیم نیم انتهای کارمون مثلا تیزتر بشه به این روش این مقدار این سایز این رو بزرگتر کنم نورهای این ور هم کمتر کنیم طبیعی تر جلوه کنه و روی خودشم چند بار کلیک میکنم مخصوصا انتهای کار بیشتر کلیک میکنم که این تیزتر شدن طبیعی تر بشه حالا این مقدار زوم اوت داشته باشیم میبینید این انتهای کار تیز شد شما میتونید این کار رو انجام بدین بارها و بارها میتونید کارتون رو تصحیح کنید در اصل و به اون نتیجه که میخواین برسید و البته اگر فکر کردیم رنگ آبی پشت سر که بکراند کارمون بود کمه و کافی نیست میتونید می سایز قلم رو بزرگترش کنید اجازه بدیم من بیام سراغ براش سایز قلم رو بزرگترش کنم به این حالت فلو و اپاسیتی رو میتونم کمتر کنم بازم مثلا بیارم بذارم روی 18 فلو رو هم کمتر کنیم بیاریم روی همین حدودا و بریم سراغ بخش بکراندمون یعنی اون لایه خامی که روی بی جی قرار گرفته بود ما دو تا نمونه به وجود آوردیم یکی برای سوژه اون بود که قبلا جداش کرده بودیم یکی هم برای بکراندمون بود اون لایه بکراند رو دوباره من اگر اینجا کلیک کنم میتونم نور رو بیشتر کنم البته رنگم روی فورگراندم باید سفید باشه ببینید این قسمت‌ها رو با کلیک کردن میتونم افزایش بدم اون رنگ بکراند کارم رو به این شکل یا حتی اگر خواستم میتونم حذف کنم قسمت های رو یعنی برگردیم روی بکراندمون دوباره کار کنیم این قسمت‌ها رو هم بکراندمون رو هم تغییر رنگ بدیم به شکلی که مد نظرتونه میتونید تغییرات به وجود بیارین مثلا من سایز این رو دوباره کوچیک کنم بیام اینجا با فورگراند سفید چند تا کلیک داشته باشم اطراف کارم درخشندگی پشت سرم بیشتر بشه در این نواهی و در نهایت به همچین تصویری خواهیم رسید خیلی بیشتر از اینا میتونید روش کار کنید در ویدیو بعدی من میخوام یه نمونه تصویر دیگر رو این و قرار بدم و با یک روش دیگه حالا هایلایت بزنیم که دقت عمل کار بیشتر بشه کارهای فانتزی تر بتونیم انجام بدیم و جلوه قشنگتر و بهتری از کارمون بگیریم اون روش دوم رو هم در ویدیو بعدی به طور کامل بهتون توضیح میدم در نهایت اینا رو میخوام کنار هم قرار بدم و در یه ویدیوی بعدی بریم سراغ تکست تکس مناسب بذاریم و یک در از تامنیل خیلی جذاب با هایلایت زدن به وجود بیاریم پس ما کار رو می به ویدیوهای بعدی ازتون درخواست میکنم این ویدیو رو به طور کامل تمرینش کنید نکاتی که بهتون گفتم نکات خیلی خیلی مهمیه نیاز داره به اینکه بارها آزمون رو خطا کنید تمرین زیاد نیاز داره برای اینکه بتونید یه کار رو به صورت حرفه ای به وجود بیارین پس تمرین فراموش نشه در انتهای ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پرس آکادمی سابسکرایب کنید اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندین باز هم همراه شما دوستان خواهم بود متشکرم موفق باشید